مولوی نظیر قماندان ارشد شورشیان در وزیرستان جنوبی پاکستان بود که با ملا نظیر نیز شهرت داشت. در سال 2007 پیمان صلح را با حکومت پاکستان امضا نمود، اما روابطش را با طالبان پاکستانی ادامه داد. او نسبت به حمله بر نیروهای امنیتی پاکستانی بر نیروهای آمریکایی در افغانستان توجه می کرد. در ماه نوامبر در اثر یک حمله انتحاری به شدت زخم برداشت و یک متنفذ قومی از قوم وزیر نیز بود. در ماه می سال 2011 صدها تن از پیروانش در وزیرستان جنوبی علیه کشته شدن اسامه بن لادن دست به مظاهرات زدند. از آنجایی که ملا نظیر شورشیان خارجی را از منطقه‌اش رانده بود، توجه بیشتر را بر حمله بر امریکایان در افغانستان متمرکز ساخته بود و با اردوی پاکستان معاهده عدم خشونت را در سال 2007 و 2009 امضا نموده بود، وی را با بعضی از قماندانان طالب پاکستانی به مشکل مواجه ساخته بود. اما در بین اردوی پاکستان وی به مثابه طالب خوب شهرت داشت. او زمان در مورد روابطش با اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده چنین گفته بود: ما با اسامه ملاقات نکردیم. وی هیچگاه به منطقه نیامده است. ما همیشه از مظلوم دفاع کرده ایم و دفاع میکنیم، ولی وی به اینجا نیامده است. یک شاهد عینی میگوید جانشین نظیر در جریان تشییع جنازه اش میان هزاران نفر برگزیده شد که یکی از متنفذین قوم وزیر می باشد. آیا صلاح الدین ایوبی جانشین نظیر پالیسی وی را ادامه خواهد داد؟ ملا نظیر نخست از تحریک طالبان پاکستان و رهبری بیت الله محسود نمایندگی می نمود، ولی به دنبال کشته شدن بیت الله محسود توسط طیاره بدون پیلوت ایالات متحده آمریکا، بنابر اختلافات در مورد رهبری آن گروه از تحریک طالبان پاکستان جدا گردید و به وزیرستان جنوبی منتقل شد و از آنجا بر علیه نیروهای خارجی در افغانستان حملات را طرح‌ریزی می کرد. اگر پاکستان می گوید که این قلمرو ماست و باید بر آن از حملات طیاره های بی پیلوت اجتناب شود، پس خود بر این منطقه کنترل باید داشته باشد. پاکستان خود این ساحه را منطقه بدون قانون گفته و می گوید که بر آن کنترل ندارد. پس اگر پاکستان بر آن کنترل ندارد، باید حملات طیاره های بی پیلوت بر آن انجام شود، وگرنه گزینه دیگر چیست؟ حملات پیهم طیارات بدون پیلوت ایالات متحده آمریکا اکثر رهبران ارشد طالبان به شمول بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی را از پا درآورده است. حملات طیارات بدون پیلوت در زمان ریاست جمهوری بارک اوباما به نهایت شدت گرفت. ادارات پاکستانی و مطبوعات آن کشور مسئله حملات طیاره های بی پیلوت را من حیث یک پالیسی به کار میگیرند. پاکستان از یک سو برای اجرای حملات طیاره های بی پیلوت پایگاه را در خدمت ایالات متحده قرار داده است و از سوی هم به مردم خود میگوید که آنچه امریکا در خاکشان انجام میدهد کار ناشایست است. برخی از پاکستانی ها میگویند که حملات طیارات بدون پیلوت تخطی از تمامیت ارضی پاکستان است و باید توقف داده شود، ولی برخی نیز به شمول باشندگان مناطق قبایلی میگویند که این حملات باعث کشته شدن قماندانان طالب میگردد که مردم محل را ارسان کردند. آن ده قماندانانی که پاکستان آنها را برای سود خود از دهشت افغانی زنده نگه داشته و توسط این حملات کشته می شوند ناراحت می گردند، در حالی که مردم عادی پاکستان با چنین اقدام خرسند می باشند. در سال 2007 فقط 5 حمله طیاره بدون پیلوت صورت گرفته بود و در سال 2010 این رقم به 117 حمله رسید و سال گذشته 46 حمله بدون پیلوت انجام گرفته است. قابل یادآوری است که عدم تامین امنیت مسئله مهم در جریان انتخابات ریاست جمهوری پاکستان خواهد بود که قرار است بهار امسال در آن کشور برگزار می‌گردد. پاکستان با 180 میلیون نفوس، یک کشور دارای سلاح ذروی، تاریخی از کودتاهای نظامی دارد، اما برای اولین بار طی انتخابات امسال قدرت از یک حکومت ملکی به یک حکومت ملکی دیگر منتقل می‌شود.